برای بردن در واقع لایه‌های رستری به محیط ArcGIS همیشه چالشی که دوستان دارن اینه که خب در Elvis در واقع رستری ها یه تیبلی بهشون لینک هست و میخوام با همین مشخصات توصیفی این لایه ها رو اونجا داشته باشن. خب من روشی که میشه اینجا ابداع کرد برای این کار اینه که چون ما فرمت های رستری که قابل تبادل هست به نرم افزار مختلف، فرمت متداولشون ASCII هست و ASCII هم در واقع فرمتی هستش که بیشتر value و عدد قابل انتقال هست. حالا بیایم این کارو بکنیم که در واقع لایه شیرمون به کدهای عددی منتقل بشه و جدول متناظر با این کدها هم اکسپورت بشه و بعد اونجا ما نیرو هم دیگه ترکیب کنیم و همین اطلاع توصیفی را هم اونجا داشته باشیم. خب برای شروع بریم اول لایه استوپ ما. خب ببینیم که شما یک جدولی بهش لینک هست، من جدول استوپ میشم و یک کد عددی رو براش در نظر میگیرم. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو. خب برای اینکه نمیشم ببرم دوباره کلیک میکنم و به دنبال دومین استوپ میگردم. سعی میکنم تکرار کنم. خب مطمئن میشیم که اشتباه نکردیم. خب من کافیه که در واقع بیام یک بار بر اساس اسلوب یک اتریبیوت در واقع مپ درست کنم و این تیبل هم اکسپورت بگیرم. بنابراین روی اسلوب کلیک میکنم، راستر اپریشن اتریبیوت مپ و بر اساس اسلوب وی میذارم ولیو و این اسلوپ وی رو اکسپورت میگیرم با فرمت ASCII و داخل پوشه ArcGIS ذخیرهش میکنم. و جدول اون رو این مربوط به این اسلوپ رو همراه اونم اکسپورت میگیرم فرمت DBF داخل پوشه ArcGIS خب همین کار رو برای لایه زمین شناسی و لندسلاید در واقع تکرار میکنم. روی پوشه روی فایل روی لایه زمین شناسی که تکرار است پروپرتیز، خب یک جدولی به این لینک نامش ژئو هستش باز میکنم اینجا و با یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده و چهارده و چهارده. خب با دوبار کلیک کردن اینجا سعی میکنم دومین ژئو رو پیدا کنم. لایه ها رو دوباره معرفی میکنم.
خب میبندم این جدولو لایه جوال رستر اپریشن اتریبیوت مپ کلیک راست اکسپورت و جدول ژئولوژی رو هم اکسپورت میگیرم.